سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خیلی خوب و عالی و خفن باشین. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. قبل از هر چیزی لطفا ویدیو رو لایک کنین، واسه دوستاتون بفرستید، چنل سابسکرایب کنین و اگر هم دوست داشتین یه کامنت هم بذارین واسه هم خیلی متشکرم. امیدوارم از ویدیو لذت ببرید. دمتون خیلی گرمه. توی این ویدیو قصد داریم تا خوشحالی عجیب، جنجالی یا ممنوعه فوتبال رو با هم بررسی کنیم. اولین خوشحالی مربوط به کریستیانو رونالدو. سپ بلاتر توی مصاحبه درباره ستاره پرتغالی گفته رونالدو توی زمین مانند یک فرمانده است. مهاجم پیشین رئال مادرید در روز پیروزی 7-2 سویا که هتریک کرده بود پس از گل زنی سلام نظامی تا تایم شکل پاسخ رئیس فیفا رو بده. بازیکن بعدی مارکو فابیان، هافبک مکزیکی تیم چیواس، زمانی که دروازه استودیانس رو باز کرد پیشانی همتیمیش رو نشانه گرفت و وانمود کرد بخواد اون رو با تفنگ بکشه. رسانه این کشور به شدت از خوشحالی فابیان انتقاد کردن و اون رو آدمکش نامیدن، اما این هافبک مکزیکی گفت که به خاطر به قتل رسیدن برادرش اینطوری خوشحالی کرده. خوشحالی بعدی مربوط به آنتوان گریزمانه، مهاجم فرانسوی 25 اکتبر 2010 نخستین گلش رو توی لالیگا به ثمر رسوند. اون با پیراهن رئال سوسییداد دروازه پورتلا کورونیا رو باز کرد و سپس به سمت اتومبیلی رفت که در کنار زمین ورزشگاه پارک شده بود. اونجا با دیگر همتیمیاش خوشحالی کرد. خوشحالی بعدی مربوط به رابی فاولر، بازیکن سابق لیورپول، تو دربی این شهر به شکل عجیبی خوشحالی کرد. اون پس از باز کردن دروازه اورتون در 3 آوریل 1990 روی زمین نشست و وانمود کرد که در حال مواد کشیدنه. فاولر به این شکل کسانی که اون رو به کوکائین کشیدن متهم کرده بودن طعنه زد. خوشحالی بعدی مربوط به یک بازیکن نیست. جوز مورینیو، یک سرمربی ناماشنا و جنجالی دنیای فوتبال. تنها بازیکن‌ها با شادی خود جنجال به پا نکردن. سرمربی ها هم با رفتار خودشون پس از گلزنی پایین بازی حواشی زیادی به راه انداختن. مورینیو یکی از جنجالی ترین مربیان تاریخ، در می 2010 خشم هوادار بارسا رو برانگیخت. اون بعد از صعود اینتر به فینال وسط زمین دوید و در حالی که انگشت اشارهش رو به سمت بالا گرفته بود، ویکتور والدس دروازه بارسا رو تراش کرد و سرمربی پرتغالی رو متوقف کنه. بازیکن بعدی پاولو تیکانی، بازیکن سابق لاتزیو، تو دیدار برابر لیونوره بعد از گل زنی به سمت هوادارا سلام فاشیستی داد. مهاجم ایتالیایی که اکنون به عنوان سرمربی تو جهان فوتبال حضور داره در دفاع از خودش گفت من فاشیست هستم، سلام رومی به هواداران دادم و کسانی که تفکرات من رو به اشتراک بذارم. بازیکن بعدی ماچاتو اوبلانکو، لئوناردو ماچاتو مهاجم والنسیا تو سال 1997 زمانی که دروازه اتلتیکو مادرید رو باز کرد وانمود کرد که یک سگ از هوادار روخی برانکو رفتار این بازیکن برزیلی رو تمسخر میدونستند و ماچادو رو به خوشحالی پس از بود جنجالی معروف. برانکو همچنین یکی از معروفترین بازیکنان تاریخ فوتبال مکزیک نیست هست که در دوران حضورش تو تیم آمریکا پس از باز کردن دروازه سلاینا مانند یک سگ خوشحالی کرد. اون بازیکن پرحاشیه‌ای بود و اغلب به شادی پس از گل عجیبش معروف بود. خوشحالی من یک خوشحالی گروهی مربوط به تیم رئال مادرید میشه. رونالدو، ناسانی، روبینی و روبرتو کارلوس، بازیکن برزیل رئال مادرید، پس از اینکه برای دومین بار دروازه آلاوس رو باز کردن مانند سوز خوشحالی کردن. این حرکت موجب ناراحتی هواداران میزبان شد. بازیکن بعدی جوریس کاتیدیس، خوشحالی بعد از گل هافبک یونانی تو سال 2013 برش گرون تموم شد. اون در یکی از بازی آیک آتن بعد از گلزنی سلام نازی داد که موجب شد برای همیشه از بازی کردن در تیم ملی و باشگاهش محروم شد. این اتفاق زمانی رخ داد که کاتریس فقط 20 سال داشت. بازیکن بعدی ماریو بالوتلی، مهاجم ایتالیایی که عادت نداره بعد از گلزنی خوشحالی کنه، اما در زمانی که در منچستر سیتی بود پیامی رو فرستاد. اون در سال 2011 زمانی که برای سیتی بازی میکرد دروازه یونایتد رو باز کرد و پیرانش رو بالا داد تا پیام چرا همیشه من دیده شه. سیتی در داربی 5-1 پیروز شد. بازیکن بعدی رال گونزالس، این سال اکتبر 1999 نیوکمپ میزبان کلاسیکو بود. مهاجم اسپانیایی گل تعیین کننده دیدار رو برابر بارسلونا به ثمر رسوند و نتیجه 2-2 شد. او نشان دادن علامت سکوت هواداری تیم کاتالانی رو خشمگین کرد.
این شادی بعد از قرب تاریخ پیوست و بعد از چند سال رونالدو به تقلید از اون این کار رو انجام داد. بازیکن آمدی ژردن شکه هافبک سوئیسی تو جام جهانی 2018 حرکت جنجالی رو انجام داد و بعد از باز کردن دروازه سربستان و نشون دادن علامت دو عقاب خشم تیم حریف رو برانگیخت. شکیری که اصالت آلبانی داره نشان پرچم این کشور رو برای شادی بعد از گلش انتخاب کرد و موجب شد 8000 یورو جریمه پرداخت کنه. خوشحالی بعدی هم خوشحالی گروهی مربوط به تیم استیارنان تیم فوتبال های ایسلندی به خوشحالی گروهی بعد از گل عجیبشون معروف بود. بازیکن استیارنان در این تصویر وانمود میکنه که این عکاس در حال عکس گرفتن از صید یک ماهی بزرگه. مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرمه. لایک، کامنت، سابسکرایب کانالتون فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستید. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.